سرآغاز. بر در دروازه ابرقو که سلیمان دروازه‌بان حتی تا سالهایی که دروازه دیگر از معنا افتاده بود با ریش دراز و قامتی درشت در آنجا پاس می‌داد، بر لوحه‌ای سفالین چنین نقش شده بود: بر این خاک، بر این آبادی پنجه در پنجه کویر افکنده مبادا خار بنگری، بر این سرزمین خاک و رمل، بر این آبادی برآمده از خشت خام و صبوری آدمی، ایلغارها، فاتحان و اسیران، کاروانها و مسافران و زائران و تاجران و قهرمانان و شجاعان و دلخستگان و عاشقان بسیار گذشتند. بر این پهنه گدازان مردمان در کوشش هزاره ای آرام آرام و قطره قطره آب از سنگی به سنگی و از روزنی به روزنی و کاریزی به کاریزی سرانده و حاصل آن را بر باغ و باغچه فشانده و بدین گونه ره بر مار کویر که آرام بر قربانی می‌خزد و او را بی‌خبر در لایه‌های رمل به خاک می‌سپرد بستند. در این آبادی مردمان تندی و تلخی روزگار را با شوخ طبعی، درازای شب را با داستان سرایی و بی‌لطفی خورشید بالا را با لطف زیر زمین و مرض جسم را با مرهم گیاه و گل و ملال کویر را با هم صحبتی و غم غربت را با یاد دوست پاسخ می دهند. بهرام ورجاوند بر اینجا گذشته و در همین بیابان در پی گور شده و به کام گور اندر شده است. عارفان و سالکان بسیار در اینجا گرد آمده، در وصف معشوق ترانه گفته و به رسم معهود پای کوبیدند و از هر کوی و برزن دفزنان به شادمانگی زمین را لرزاندند. و گفتند که صده ها پیش که قطب الاقطاب و جان جانان از این مدار می گذشت، به شهر و در سرای بابا حاجی شیرازی فرود آمد. او از سفری دور و دراز باز می گشت که در طی آن شیران مردم خوار را در مصر به ترک رسم دیرینه واداشته، سپس به دماوند به سرمنشأ گوگرد احمر رفته و دو اربعین قیام نموده و به برف افطار و سپس به کوه بنان مراجعت و 7 سال مریدان را بنواخته و سپس از یزد و تفت عازم ابرقو شده بوده است. در باغ بابا درخت سیبی بوده تنومند و بیار که حضرت شاه علت می‌پرسد و او می‌گوید: به بابا گله بردم که هرچه بار بیش می‌دهم سنگ بیش می‌خورم و بابا اذن می‌دهد که دیگر بار نیاور. پس حضرت درخت را در آغوش گرفته می‌فرماید: هر سال بار بده. و درخت فلحال به جوش آمده بهار می کند و چندان سیب می آورد که همگان عجب می کند. برکت حضرت شاه باید از درخت به باغات رسیده باشد که چندان دلفروز و مهربان، سبز و سرخ، مردمان را پناهی بودند در برابر تموز. مردمان ولی این سرزمین را معنا می بخشیدند، هر یک به گونه ای ویژه اما یکسان، در شوخ طبعی و طنز و طعنه. حزالی و طنز دهان به دهان و نسل به نسل می گشت و زنان در نشست خود خام دستی و ولع مردان را مضحک می یافتند و مردان
زنان خود را به بی‌ظرافتی و کم‌حسنی شهره می‌دیدند و شاید از همین روز که سالکی آنان را قلیل الادب و شیعه مذهب یافت و از شهرشان به خوبی یاد نکرد. بر این شهر که چون قلبی عظیم شاهرگ‌ها به کرانه‌های کویر گسترده می‌نمود، مردمان و روزگار بسیار گذشتند. بهره اول، سرگذشت قباد خان و سکول، دلارام و جهانگیر، حاجلی آیت اللهی و بهرام، میزاقو و بمون و بعضی ابرقویی های دیگر. قباد خان و سکول به احتمال قریب به یقین میتوان گفت که عشق قباد خان به سکول باعث ورود اولین اتومبیل شخصی به ابرقو شد. قباد خان پسر ارشد سهراب خان بود که خان صغیر مهرآباد به حساب می آمد. خان اصلی مهرآباد سردار از سلاله محمد حسن خان کرمانی بود که 120 سال پیش به لحاظ روابط خاصش با فتحعلی شاه حکومت کرمان و ابرقو را گرفته بود. سردار یک دولت صغیر داشت و مثل شاهان هر روز صبح از رعیت‌ها و سرکارگرهای خود سان می‌دید و با قد دراز و لاغر خود، در حالی که جبه ترمه به تن و کلاه پاپاخی به سر داشت، از میان دو صف نوکرهای خود می‌گذشت. سردار اهل ادب بود و مثل بیشتر اشرافزادگان آن زمان اشعار فردوسی و سعدی و نظامی را از بر داشت و به مناسبت به کار می برد. سردار ضمناً یک دست مطرب داشت که از ابرم سلطون و چهار پسرش تشکیل می شد. هر صفحه گراموفونی که به یزد می رسید دو روز بعد در مهرآباد بود و بچه های ابرم سلطون سه روز بعد آن را تمام و کمال می خواندند و می نواختند. پسر کوچکتر ابرم سلطون که موهای نرم و بلند داشت، اگر تصنیف ضربی بود با آن می رخصید و موهای نرمش را به چپ و راست می چرخاند و می لرزاند. ولی سهراب خان پدر قباد خان دم و دستگاه سردار را نداشت. با آنکه سردار ده ها زن عقدی و صیغه و 50 پسر و دختر داشت، سهراب خان تنها 2 پسر داشت و قباد خان پسر ارشد بود. سهراب خان گاه و بیگاه قباد را می زد و تحقیر می کرد تا فردا بیکاره نشود، ولی قباد طبق معمول خلاف عمل می کرد و منتظر روزی بود که پدر بمیرد و او مطابق میل دلش رفتار کند و اموال پدر را که بی حساب فرض می کرد خرج کند و کرد. بعدن چنان شد که قباد خان ضرب المثل ابرقویی ها شد و آنها که دستشان به دهانشان می رسید و تنها راه فلاح را در درس خواندن بچه ها می دیدند، قباد خان را مثل می زدند که چطور به لحاظ تکیه به مال پدر و بیارگی از دولت به ذلت افتاده بود. سهراب خان یک روز صبح سر از خواب بر نداشت و قباد خان بی معطلی به فروش مال و اموال خانواده آغاز کرد. کت و شلوار فاستونی سیاه رنگ با پیراهن یخ شکسته به خیاط یزدی سفارش داد و به اوس ابرم خراط دستور خراطی یک چوب 2 متری وافور از چوب خار داد. قباد خان تریاک کشی را دوست داشت ولی نمیخواست اتاقش مثل اتاق پدرش همیشه از خاکستر پوشیده باشد. پس نوکرها از اتاق بغلی وافور را داغ میکردند و قباد خان
از یکی می‌خواست که دود وافور را درآورد، چون سینه‌اش توانایی مکیدن از وافور دو متری را نداشت، و بعد خودش یک مثقال تریاک را یک جا می‌کشید. طبیب ابرقو که حق نمک خارجی سهراب خان و دوستی او را فراموش نکرده بود، پسرش ایوب آقا را که با وجود جوانی صاحب کمال بود صدا کرد و از او خواست که پیغامش را به پسر سهراب خان برساند. پدر منظور دوگانه داشت. از یک طرف می‌خواست حق نمک خارجی ادا کند و از طرف دیگر با درگیر کردن پسر در این ماجرا به قول خودش درس عملی به او داده باشد. پدر که پسر اول را نااهل و غیر قابل پیشرفت می دانست، حالا تمام هم و غمش را گذاشته بود که این یکی را به جایی برساند و آنچه پدرش در حق او نکرده بود او برای پسر بکند، و با همین قصد مستقلات می خرید و برای خرج تحصیل او ذخیره می کرد. پدر که دوست داشت او را دکتر خطاب کنند، ولی ابرقویی ها هنوز او را حکیم باشی می نامیدند، به ایوب گفت که دوچرخه را از اتاق انباری بیاورد، که پسر با خوشحالی آشکار پذیرفت. پدر دوچرخه را معمولاً قفل می کرد و توی انبار نگه می داشت که مبادا ایوب به عشق دوچرخه سواری درس خواندن را فراموش کند. سپس به ایوب گفت که او هر چه می گوید نعل به نعل و بدون دخل و تصرف برای پسر سهراب خان تعریف کند. اگر لازم است بنویسم. ولی ایوب آقا قول داد که پیغام را همانطور که هست برساند. پس پدر مثل معلم‌های دیکته‌گو و کلمه به کلمه گفت: خان مواظب باشد، مال سهراب خان بی انتها نیست. بنده حق نان و نمک خوردگی در منزل خان دارم و وجدانن لازم می دانم که یادآوری کنم که آدم مالدار زیاد در این عالم آمده و رفته است، ولی چرا خبری از هیچ کدام نیست؟ اولاد نااهل، اولاد نااهل است که مال پدر را آتش می زند و بعد خودش هم به خاک سیاه می نشیند. از قدیم گفتند که خیر الامور اوسطها، و هم این که دستور الهی است که کولو و اشربو ولا تصرفو. خبر آوردند که شما گفته اید قسمت آخر این آیه را ول کنید. خب البته هر کس اختیار امورات خودش را دارد، ولی بنده به لحاظ اخوانی عرض می کنم که مگسان دور شیرینی فراوانند، ولی شما فکر عاقبت کار خود باشید. در روز نداری که خدا آن روز را نیاورد، یکی از اینها در خانه اش را هم روی آدم باز نمی کند. آنجا که درخت عیش پربار بود، آنجا همه کس یار وفادار بود. قباد خان در حالی که پکهای عمیق به وافور دو متری می زد و دودش را به بالا پف می کرد و با صدایی از ته گلو و تو دماغی جمله معروفی گفت که بعداً در ابرقو مثل شد. او پیغام پس فرستاد که اگر خود خدا هم تصمیم بگیرد ما را ورشکست کند، اقلن 100 سال طول می کشد. ولی 100 سال به 1 سال و 1 سال به 9 ماه محدود شد و قباد خان بعد از آن آواره ابرقو و بعدن کهریزک و ساوج بلاق شد و مبدل شد به یک مزاحم مفلوکی که همه از او فرار می کردند. او 6 ماهه اول شوربختیش را در خانه طبیب گذراند
و به نظر می رسید که اصلا از اتاق خارج نمی شود. توی اتاق هم همیشه در میان انبوهی از خاکستر و استکانهای شسته نشده و ادبار مثل کرکسی که از کار افتاده باشد در لباس سیاه نشسته بود و به این واقعیت که همه از حضور او بیزار بودند کمترین توجهی نداشت. سرانجام یک شب همانطور که آمده بود همانطور هم ناپدید شد. قباد خان همین که پدر را به خاک سپرد هنوز چهلم او نرسیده عازم یزد شد و یک سر سراغ ارباب کیخسرو رفت و ماشین سواریش را با راننده خرید. سپس یک کلاه سیاه دوردار خرید که وقتی با لباسهای سیاهش می پوشید قد لاغر و دراز او را دو برابر نشان می داد. یک جفت کفش شبرو و کراوات سیاه و پیراهن یخ شکسته که تقریبا از مد افتاده بود پوز او را تکمیل می کرد. قباد خان لباس کهنه ها و گیوه خود را که میان نوکرها خواستار فراوان هم داشت سوزاند و عازم خانه سکول شد. راننده با یونیفرمی مثل گارسون های فرانسوی ماشین را می برد. مقابل خانه سکول راننده پرید پایین و در ماشین را باز کرد و قباد خان با یک حالت موقری وارد خانه سکول شد و نوکرها که دنبال ماشین می دویدند کم کم رسیدند. قباد خان دستور داد که عرقی که تازه از کشمش اعلای مهرآبادی کشیده بودند بیاورند و سکول قباد خان را با سر و صدایی که به جیغ جیغهای کوتاه می ماند استقبال کرد. ساعتی بعد کلفت سکول داریه می زد و او رقص کنان دور اتاق می گشت و دامن چیندارش مثل گل اطلسی باز و بسته می شد. او گاه به گاه روی زانوی قباد خان می نشست، استکان شستی عرق را روی پیشانی می گذاشت و از پشت چنان خم می شد که استکان به لب خان برسد. فردای آن روز در حالی که قباد خان هنوز پاهای دراز استخوانی خود را از رخت خواب بیرون نیاورده بود و صورت دراز و سبیل هیتلری خود را نشسته بود، سکول اعلام کرد که تازه فهمیده است مرد یعنی چه و خاک بر سر مردهای یزد. البته از آنجا که سکول عشق اول و آخر خان بود او هرگز نفهمید که آن زن تا چه حد صداقت داشته است. سکول را خان با خود سوار کرد و عازم ابرقو شد. نرسیده به تفت ماشین جوش آورد. نزدیکی های علی آباد ماشین پنچر شد. حدود دهشیر میلپولوس تقریبا از جا در آمد و نرسیده به ابرقو صداهایی از یاتاقان بلند شد که هر راننده متبحری را به حیرت می انداخت. ولی راننده خان با صبر و حوصله یزدی ها بدون اظهار کوچکترین ناراحتی و نگرانی ماشین را هر بار راه می انداخت و انواع و اقسام پارچه کهنه و سیموایر و پیچ و مهره ها را در تعمیرات به کار می گرفت. سرانجام ماشین قباد خان به ابرقو رسید. نرسیده به کوشک جمعی از مهرآبادی ها و ابرقویی ها به استقبال آمده بودند و حتی داری زن هم آورده بودند. ماشین قباد خان از جاده مالرو عازم مهرآباد شد و تحقیقا این اولین اتومبیلی بود که از آن راه می گذشت. ماشین سربالایی دم کوه گنبد عالی را نمی کشید. مستقبلین به هل دادن پرداختند و چنان شلوغی و گستاخی در گرفت که به قباد خان برخورد و به مستقبلین نهیب زد. در این میان
لاپاس ماشین که در پشت آن سوار بود کنده شد و معلوم نشد به کجا رفت. راننده دیگر نگران نبود، چون می دانست که این آخرین سفر ماشین مأنوس اوست. با رسیدن به مهرآباد، قباد خان دو سه روز از خانه بیرون نیامد و بعد از آن پسرهای ابرم سلطون را دعوت کرد. باد صدای مطربها را تا فرسخی می برد. پسر جوانتر دو بیتی های ضربی شیرازی می خواند و رقص می کرد و موهای صافش را روی شانه هایش می پراکند و سه برادر دیگر در هر ترجیبندی با صدای محزون ولی رندانه پاسخ می دادند: گله دارم ز شیراز، مردم از عشق شهناز. مفتخورها از در و دیوار می رسیدند و در این شادخاری شرکت می کردند و کاسبهای دورگرد اجناس بنجل به سکول غالب می کردند. سکول می رقصید و با صدای جیغ جیغیش خان را ستایش می کرد. بچه های سردار پیغام دادند که آبروی مهرآباد رفته است و لاابالیگری هم حدی دارد. سکول هم پیغام پس فرستاد که تا چشم حسود بترکد. سر هفت ماه شوفر یزدی که چون نتوانسته بود یاتاقان را تعمیر کند بیکار نشسته بود. یونیفرم خود را درآورد و مهرآباد را ترک کرد. ماشین در کوچه‌ای در زیر غبار خاک‌های نرم زراعتی مهرآباد کم کم مدفون شد. سکول سر هشت ماه خان را ترک کرد و به ابرقو آمد و فال قهوه می‌گرفت. او حالت طنازیش را از دست نمی‌داد و در جواب یکی که از او خورده می گرفت با عشوه یزدی می گفت: از این رقم مردها را تا به حال خیلی بدبخت کردم. او ضمناً با بیشرمی ادعا کرد که قباد خان بینوا از آنچه مایه سرفرازی مردهاست بی‌نصیب.